صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. حال شما خوبه زبان سلی؟ زنده باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ متشکرم. من عباس هستم، از استان خراسان زنگ میزنم. مشهد. از مشهد. بفرمایید عباس آقا، در مورد کلیپ ها اگر صحبتی دارید در خدمت شما هست. خواهش مونم. اولا که من میخواستم تشکر کنم از برنامهاتون. ما از ماه رمضان سال گذشته هدایت شدیم به برکت وجود شبکه های توحیدی، الحمدلله، من و خانواده هم و پسرم اینا. و یکی من برنامه درباره کلیپ های شما فقط همین رو میتونم بگم که درباره روحانیت شیعه که همون چیزی که قرآن گفته که لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. بله. و میخواستم از یک سوال داشتم، میخواستم تو نماز که موقع تشهد میخونیم میگیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. میخوام ببینم این دعاهایی که ما درباره این معنی این با توجه به معنی این حضرت، میخوام ببینم که خداوند درباره حضرت ابراهیم به اصطلاح چه موهبتی یا چه چیزی داشته که ما همونو برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله آرزو میکنیم. چشم، حتما در این مورد صحبت خواهم کرد. من تا ما هم دوست داریم در مورد اینکه شما چطور شد این شرک و خرافات رو رها کردید بیشتر بدونیم. اگر دوست دارید در این مورد چند دقیقه صحبت بکنید. خواهش میکنم. بله، من البته از سالها قبل خودم این کتاب مهدویت آقای احمد کسروی رو خونده بودم. درست. و تو کتاب حدود 20 تا سند آورده بود که به اصطلاح همچیه که قضیه وجود نداره، همچین مهدی وجود نداشته، همه خرافاته و جهل اینا. درست. و بعد من هم شبکه های همین توحیدی که نگاه میکردیم، شبکه رساله هست، شبکه کلمه نور، اینا رو که نگاه میکردیم به هر حال دیگه به توفیق داد خداوند که هدایت شدیم. الحمدلله. الحمدلله. گوشی خدمتون باشه. خانم هم میخواد صحبت کنم. خدا شما. خدا نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله. السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام خواهر گرامی، بفرمایید در خدمت شما هستیم. ما خیلی ممنونیم از این شبکه شما. زنده باشید. الحمدلله شکر خدا، از وقتی که شبکه های شما رو نگاه میکنیم ما خیلی دینمون روشن شده. الحمدلله. این لطف الله سبحانه و تعالی است. ما در گمراهی بودیم. این لطف الله سبحانه و تعالی است خواهر گرامی. فرزندام، خودم، همسرم، الحمدلله همه هدایت یافتیم. الحمدلله. لطف خداوند بوده با ما. الان قرآن میخونم میفهمم که قرآن چی میگه، قبلا هیچ نمیفهمیدم. درست. خدا انشالله سر تقصیرات ما بگذاره. زنده باشید. الله متعال سعادتمندی دنیا و آخرت نصیب شما و همسرتون و فرزندانتون بکنه خواهر گرامی. ممنونیم از شبکه هاتون، خیلی لذت میبریم، دائم شبکه های شما رو نگاه میکنیم، هرچند که فامیل همه ما رو درک نمیکنن. زنده باشید. رنج میکشیم، تردمون کردن. زنده باشید. شما با الله سبحان پیدا کردیم الحمدلله. الله سبحانه و تعالی با شماست خواهر گرامی و با خانواده شماست.
هیچ غم نخورید. این مسیری است که رسول الله صلی الله علیه و سلم این مسیر رو طی کردند. ایشون رو از مکه بیرون کردند، از در شیب ابی طالب 3 سال در اونجا نه خرید و فروش میکردند، نه به دیدنشون میومدند، نه با اونا ازدواج میکردند. شما چون راه پیامبر رو میپیمایید، متابعت از پیامبر میکنید، باید این حالت ها رو بچشید و ببینید. خیلی خوشحالم از اینکه فقط خدا رو پیدا کردیم. خدا برای ما کافی. الحمدلله الحمدلله. تشکر خواهر گرامی، تشکر از شما. خواهش میکنم. خیلی ممنون از لطفتون، از شبکاتون. سلامت باشید، الله متعال افستون کنه. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از عباس آقا، برادر بزرگوار، و از همسرشون و خانوادهشون. الله سبحانه و تعالی سعادتمندی دنیا و آخرت رو نصیب این خانواده مؤمن و مسلمان بکنه و ایشون رو حفظ بکنه و در دنیا و آخرت نیکی و پاداش بی نهایت نصیبشون کنه. سوالی که ایشون داشتن، چرا ما دعا میکنیم که همون برکت رو که الله سبحانه و تعالی نصیب ابراهیم و آل ابراهیم کرده نصیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بکنه؟ یکی از برکت هایی که الله سبحانه و تعالی نصیب ابراهیم علیه السلام کرده همین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که ایشون از فرزندان ابراهیم علیه السلام هستند. نسب پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام میرسه. این یک. و امروز میبینید که همین برکتی است که الله سبحانه و تعالی در ابراهیم قرار داد که همه جهانیان از مسلمان ها به طرف خانه نماز میخوانند که این خانه را کی بنا کرده؟ ابراهیم و فرزندش اسماعیل. آیا برکتی بالاتر از این هست؟ دلهای همه مسلمان ها میتپه به خاطر خانه ای که این خانه رو کی آباد کرده؟ خانه خدا رو، ابراهیم علیه السلام و اسماعیل به امر الله سبحانه و تعالی. ببینید محبت این عبادتی که حج اسمش هست در دل همه مسلمان ها هست. هر مسلمانی که از وقتی که به دنیا میاد دست چپ و راستش رو میشناسه، آرزوش اینه که یک بار مشرف بشه به زیارت بیت الله الحرام. این همون برکتی است که الله سبحانه و تعالی به دعوت ابراهیم علیه السلام و به نسل ابراهیم علیه السلام قرار داده. پیامبرانی که در بنی اسرائیل بودن و همین بنی هاشمی که الله سبحانه و تعالی ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و قبیله پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینا از فرزندان ابراهیم علیه السلام هستند. دعوت توحید و یکتاپرستی، اولین بت شکن، اولین کسی که ندای توحید رو در بین مشرکین بلند کرد و بت ها رو شکست، کی بود؟ ابراهیم علیه السلام بود. و این سنت از اون زمان تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از اون تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت. و هر بتی که شکسته میشه، هر مشرکی که مسلمان میشه، هر ندای توحیدی که از طرف انسانها لبیک گفته میشه، یک نسخه از ثواب و اجر و پاداش این به پای ابراهیم ابوالانبیا و اولین بت شکن به پای اون نوشته میشه. هرچی از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که به طرف کعبه نماز میخونن، ببینید برکتی بالاتر از این میتونید تصور بکنید که بیش از 1.5 میلیارد مسلمان به طرف خانه نماز میخونن که بنای این خانه رو ابراهیم علیه السلام گذاشته. همه این عبادت هایی که ما انجام میدیم، طواف هایی که انجام میدیم، دعایی که میکنیم در بیت الله الحرام، همه اینا یک نسخه برای در کارنامه ابراهیم علیه السلام نوشته میشه که بانی و مؤسس این توحید یکتاپرستی بودن. این در مورد سوال شما. و واقعا من خوشحال شدم از تماس عباس آقا و خواهر گرامیمون، همسر ایشون، و الله سبحانه و تعالی موحدین و یکتاپرستان رو روز به روز زیاد بکنه در ایران. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني